بنزین آلوده پتروشیمی ها و ریزگرد های ناشی از خشک شدن طالاب ها دو منبع آلودگی هوای کلان شهرها هشدار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آلودگی آب آشامیدنی بخش های از شهر تهران و تشکیل زنجیره انسانی محیط زیستی در اردبیل برای پشتیبانی از 46 طالاب استان اردبیل به عنوان زیستگاه 40 هزار پرنده مهاجر از جمله گزارش های محیط زیستی این هفته هستند. از پی شدت یابی آلودگی های هوای شهرهای خوزستان که اعتراضات محیط زیستی مردم منطقه را در پی داشت، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نشست مشترک نمایندگان خوزستان شرکت کرد تا از راهکارهای دولت برای مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها در این استان توضیح دهد. خانم ابتکار توقف طرحهای محیط زیستی مقابله با آلودگی هوا و حفاظت کیفی از رودخانه کارون طی سالهای گذشته را عامل مهمی در فاجعه‌های های زیست محیطی اخیر دانست خانم ابتکار از حذف کامل بنزین پتروشیمی از چرخه سوخت ایران خبر داد و افسود میزان گوگرد گازوئیل که عامل مهمی در تنگی نفس شهروندان بود از 7000 واحد به 150 واحد کاهش یافته است یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از احتمال آلودگی آب آشامیدنی بخشهایی از شهر تهران خبر داده که به شبکه آب تهران متصل نیستند. خسرو صادق نیت مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت در این باره گفت کاهش بارش و افزایش نیترات از عوامل کاهش کیفیت آب مصرفی است. وی همچنین افزایش آلودگی آبهای زیرزمینی را از علل افزایش میزان نیترات آب دانسته خواهان کاهش مصرف این آبها شد. هر چند روز پیش از آن فرماندار تهران گفته بود در حال حاضر هیچ مشکلی در آب شهر تهران نداریم و مشکلات آب آشامیدنی و برداشت از آبهای زیرزمینی خوشبختانه حل شده است. این مقام افسود حتی در زمینه سلامت سبزی و مواد غذایی هم مشکلی در تهران وجود ندارد. با این همه کارشناسان بهداشت نسبت به برداشت آبهای زیرزمینی آلوده به نیترات برای مصارف آشامیدنی هشدار داده و گفتهاند نیترات از عوامل اصلی شیوع سرطان در میان شهروندان است نشد نیترات موجود در کودهای شیمیایی مورد مصرف زمینهای کشاورزی به آبهای زیرزمینی عامل اصلی آلودگی آب آشامیدنی تهران و شماری از شهرهای ایران اعلام شده است سرانجام زنجیره انسانی پشتیبانی از طلاب مقان در استان اردبیل برگزار شد تا نسبت به تحدیدات زیست محیطی سالهای اخیر در این استان هشدار داده شود. این زنجیره انسانی توسط تلاشگران محیط زیست و سازمانهای مردم نهاد برگزار شد تا از چهل و شش طلاب باقی مانده در این استان که زیستگاه بیش از چهل هزار پرنده مهاجرند حفاظت شود، به گفته این معترضان شکار بیرویه توسعه صنایع و تغییر الگوهای استفاده از منابع طبیعی از جمله عوامل تهدیدهای جدی برای ادامه حیات طالابهای استان اردبیل هستند